در نخستین دور گفتگوهای سراسری اوکراین در کیف که روز چهارشنبه و با هدف کمک به حل بحران شرق این کشور برگزار شد، رهبران سیاسی و مقامات توافق کردند که اوکراین باید کشوری متحد بماند. این نشست بدون حضور نماینده‌ای از سوی جدایی طلبان برگزار شد، اما حاضران اظهار امیدواری کردند که دور بعدی گفتگوها با حضور آنها صورت گیرد. رئیس جمهوری اوکراین با تاکید بر اینکه وضعیت سیاسی و اقتصادی کنونی کشور با دخالت روسیه وخیم‌تر شده، خطاب به جدایی طلبان گفت: آماده شنیدن حرفهای مردم دونتسک هستیم. برای این منظور آنها باید سلاح‌ها را زمین بگذارند و غارت و چپاول ساختمان‌های دولتی باید قطع شود. پس از آن باب گفتگو باز است. و فرماندار دونتسک نیز افسود: مردم در دونتسک علیه دولت رأی دادند. مایلم توضیح دهم که این به دلیل شستشوی مغزی صورت گرفته توسط عوامل خارجی نظیر رسانه‌ها و به ویژه تلویزیون بوده. فرماندار دونتسک از حامیان اوکراین در غرب خواست تا رسانه‌های روسیه را به مدارا و حفظ بی‌طرفی فراخوانند. روسیه средства массовой информации быть толерантными در همین حال مسکو از غیبت رهبران جدایی طلب در این نشست انتقاد کرد. جدایی طلبان دو منطقه دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین یک شنبه گذشته اعلام استقلال کردند. خبرنگار یورونیوز در کیف میگوید دور بعدی این گفتگوها نشان خواهد داد که آیا دولت میتواند گامی در راستای تغییر وضعیت موجود و حتی برگزاری نشستی در مناطق بحرانی از جمله دونتسک بردارد.